گندم کجایی شما؟ بله سلام. سلام. سلام آقا جون. سلام بابا. چی شد بس؟ اینا که همه سر جاشه. تو گفتی دیدم آشنای سیروز اومد همه‌شو برد. ببخشین یادم رفت بهت زنگ بزنم بگم درست شد. حله. درست شد؟ نکنه با سیروس مهربون شده. سیروس که بابا آقا جون فریبرز قیصری مهندس اینجا وایساده زیبا بدون جا مطمئن حلال مشکلات. قربون تو برم. آقای مهندس بیا بغل بابا ببینم. برم بابا. باشه میرم. برم. آوری. تو با سر کلت اینجا پیدا شد. بابا چی میخوای از خونه مردم؟ بابا اومدن دنبال طلبم، شینم جنسا رو فروختن. این حرفا رو ولش کن. خانم مسافرن و چرا نگران شما؟ گندم جونه؟ بله بله خانم بنده ایشون هم خانم هستم. خب بریم دیگه دیشون. من از کجا میدونم؟ خب میدونن دیگه خانم. خب کجا میدونن؟ خب روزی هزار بار تلفنی با هم صحبت میکنیم میفهمم مردم دیگه. هزار بار؟ این طلبش چقدر از شما؟ پجما؟ بله. دوتون. چی کار میخوای بکنی خانم؟ بدم دیگه، چک آقا پژمان رو بدم. بیا ماما، اسم پژمان هم میدونه، همه رو میشستن. ببین پژمان پولو گرفتی من اینجا ببینم، این ابروهاتو با تیغ میزنم ها. تو چک رو بده، بزن بابا، ابرو میخوام چیکار. بفرمایی، اینم چک. یه سرمایه دارم بزرگ، افتاده دست داداشم. هیچ جوری هم نمیتونم ازش پس بگیرم. ارسه؟ بله، اما دست خرسه. اون کارخونه رو صبح دیدی؟ اون مال پدر خدا بیامرزه. متوب وصیت کردن تا من ازدواج نکنم دست داداشم رو. قانونا میتونم ازش بگیرم اما خب دیگه به وصیت پدرم احترام میذارم. ولی خیلی ببخشید شما که ازدواج کردین. بله اون مال خیلی وقت پیشه، مال قبل از فوت پدرم. اول همه چی خیلی خوب بود اما بعد از یه مدت فهمیدم که اهل عمله. جراحه؟ جراح بودم آقا، معتاد عملی. شنیدم تو مسافره شما یه خانم هست پول داره، رافت دنبال سمت فرد و فرد داره، بدهیاشو میده و چکاشو پاس میکنه. اینو فقط میخواستم بدونم چیه. همین؟ نه فکر نمیکنم. ما تو مسافرهای ثابتمون فقط یه خانم دلشاد داریم که اونم بعید میدونم یه همچی کاری کنه. فکر کنم سر کاری. بابا منم اوضاعم خوب نیست. خیلی خوب، بفروش خودتو راحت کن. الان این بنگاهیه هست، سیروس صابخونه، یا آقایی رو پیدا کرده، پولش هم نقده، حاضر این ساختمون رو یه جا همه رو از من بخره. بعضی از واحدام راضی شدن، تو هم بیا بفروش با تتمه پولش، برو یه جایی رو واسه خودت رهن کن، بذار من بدبختم به پولم برسم. سیروس غلط کرده با تو، زیر سنگم شده. من پول جور میکنم، من فروشنده نیستم، خودم رو تعمین میگیرم. توجه نمودی؟ میگم از فامیلاست؟ نه ولی قراره فامیل بشه، طرف مادر خواستگار است. جدی میگی؟ فخرخانه مادر سینا؟ نه خیر، مادر خواستگار فرشته است. الان اومده بودن که قراره خواستگاری شب اوکی کنن. بعد پژمانو چون دمه در دید فهمید که از ما پول طلب داره، بعد چون خیلی فرشته رو دوست دارن همونجا یه چک نوشت، میخواست که ما از نگرانی در بیام انداخت جلوش. چرا چرت و پرت میگی فریبرد؟ آسیروس به پسر بگو موضوع افسنش باشه، میگم پوست لبشو جر میدم. ابو میوه این مجلسی تن نداریم، ما شب یه مهمون خیلی ویژه داریم، اونه یه مقدار کوچیکه. ما بهتر از این نداریم، نمیخوای برو جای دیگه. مجبورا بابا جون. بیا عزیز من یه دقیقه وایسا. آخه یه تو حواست کجا؟ بابا جون من بهت گفتم قرونه این قیافه مصیبت زده به خودت نگیر، بهت گفتم من ردیفش میکنم دیگه. چی میگی؟ واقعا بابا. سلام خانم. آره سلام اومدی، یعنی من خیالم راحت باشه شما خودت ردیفش میکنی؟ بابا جون من نمیذارم سرت بیکلا بمونه، من یکی ثانیه کتشلوار دومادی تنت میکنم. آه که ندونی از کدوم طرف پوشیدیش. چی شده؟ مامان بدبخت شد. چرا؟ امشب قراره برای فرشته خانم خواستگار بیاد. خواستگار بیاد؟ آره. مگه میشه؟ بفرما خانم. حالا به حرف من رسیدین؟ چیو؟ گفتم به دینا 100 تا چاقو بسازن، یکیش دسته نداره. حالا هی ازشون دفاع بکن. این بنده خدا توی اولیش موندن، چه برسه به فرشته. بابا جلو چش خودتون بود دیگه. میخواستن جایزه فریبا رو ببرن. اشتباه میکنی. بهش بگو. نه مامان چی رو اشتباه میکنیم؟ همین الان فریبرز بهمون گفت. تازه داشت واسه خواستگاری امشب خریدم میکرد. بله. مادر تو واسه نه. اصلا اینجوری هم که باشه من خودم درستش میکنم. مامان چی رو میخواد درست کنی؟ شما چرا خانم با این حال خراب؟ مگه من مردم؟ مگه من چلاقم؟ من خودم الان میرم ردیفش میکنم کیوان.
عزیز من دندم نرمه، همین الان میرم میشینم آستینه اینجوری رو در رو با سمت صحبت میکنم، ردیف قصه نخوا. بسی یه بارم ما یه کاری برای این بچه انجام بدیم. من رفتم. ارسی هما خانم شما ردیف کن، امشب معمار زن و بچهش میان خونمون. خداحافظ. بخون بخون سام دای پر علیکم السلام. یکی دوتا از این بشکنم بزن برای من. تعجب میکنم ازت، نمیتونی ببینی یه روز با سر حالیم زده حال. خجالت نمیکشی؟ آخه قواعد بر نمیخوری؟ آخه زندگی مردم به گد کشیدی مرد حسابی؟ آخه بعد دای سرحالی هم داری؟ آخه این بنده خدا چه گناهی کرده زندگیشو به این روز نشوندی؟ کی داری میگی تو بابا جو؟ زندگی کیو به گند کشوندی به؟ زندگی سمد، سمد. بیا ببینم. تو اینجا چی کار میکنی؟ من قرار نشدیم برای آفتابی نشی. آفتابی شد، قشنگم آفتابی شد، تمام پتات همه رو دیخ رو. سلام بچه ها. سلام علیکم. خسته نباشی. سلام. چه خبر؟ اینو بازی کردی؟ خب اومدم اینجا بازی کن. مرض داری مگه تو؟ بسه آدم ها نمیتونی بشینی؟ مرض خودت داری، امروز چه تو؟ به من حالا حوصله ندارم، اینم شوخیش گرفته. من با تو شوخی کردم؟ چی شوخی کرد با تو؟ بابا به این بنده خدا چیکار داری؟ من بودم دیدم پکری، گفتم من پکری یارت بیارم. تو بی خود کردی؟ بی جا کردی؟ چیکار داری به من؟ بابا بذار به درد خودم من بمیرم بابا. ببخشید شرمنده باشه. بابا چی کار داری سر به سر این میذاری؟ بابا دیدم پکری، گفتم از پکری درش بیارم. بدترش کردی که چنگیز. پاشو باید ببینی سمت کجا رفت. بازی کردی؟ چش آقا کجا رفت این؟ آقا سمت، سمت کجایی بابا؟ جا خوش کردی؟ سمت چته؟ چرا انقدر امروز قاطی؟ جون چنگیز اصلا حوصله ندارم. تو که کاری از دستت بر نمیاد. بس بذار با حال خودم باشم. مرد حسابی، ناسلامتی رفیق ما، درست مالی نمیتونیم کمکت کنیم، ولی واسه شنیدن حرفات یه گوش نو داریم فابریک، میتونیم حرفاتو بشنویم. بگو چته؟ چی بگم؟ دیگه کمرم داره زیر بار زندگی میشکنه، نمیدونم چی کار کنم. از این من رفتم سراغ اون بابایی که خونم رو داره میسازه، برگشی میگه پول بده تا خونه رو تحویل بدم. از این من سیروس پاشو گذاشه زیر گلوم که از خونم پاشو. از اون طرفم امشب قرار خواستگارای پریبا بیان تکلیفشو رو روشن کنم. خلاصه از این طرف نمیدونم چی کار کنم. توجه داری؟ خب این که قصه نداره. به اون خانمی که امروز طلبکاراتو جواب داد بگو بیاد زحمت این خونه هرم بکشه جواب بده دیگه. تو کجا میدونی؟
ببینم خانم دلشاد زنگ زده آژانس چیزی گفته؟ من گفتم دلشاد؟ پس حدسم درست بود. ناقلا ببینم چی کار میکنی که خانم امروز این همه وزد داره پول خرج میکنه. کاری نمیکنم، کاری نکردم. خانم دلشاد دید کارم لنگه، کمکم کرد. بیا بیا با جراتو بکش برو، اینجا یه موقع یکی میبینتت قرونت برم، من خودم فردا با تماس میگیرم. برو. نمیرم آقا سیروس. یعنی چی؟ همیشه داری همینو میگی، یه ماه داری منو میبری میاری، هی امروز و فردا میکنی. آقا جون ندارم، گرفتارم، بدبختم، پولمو میخوام. من تا پولمو نگیرم از اینجا نمیرم. آقا سیفی من که راستشو گفتم، شما یه چیزی بهش بگو. بابا راست میگه دیگه، بدش بره دیگه. بابا یواشه، چرا داد میزنی؟ بابا من 300 میلیون پولم دست اینه اونه، چی داری میگید شما؟ برو عیز من، برو، من فردا صبح میام در خونت نقد پولتو بهت میدم. آقا جون من کاری با این 300 میلیون طلبتو ندارم، حق و حقوق منو میدی، من از اینجا میرم. بله بیدیم همه رو برق میگیره، ما رو چراغ موشی. پول منو میدونی؟ برو عیز من. بابا کجا برم؟ برای چی باید برم؟ حق حقوقمو بده تو برم از اینجا. چه اسمی چی کار کردی؟ ماشی قر شد. توی؟ آخی تو زندگی ما رو زدی. بلش کن بابا، شما دار کشتی. بابا یه ضربه به ماشین زده. این ضربه زد به زندگی. بابا شما یه حضا کنه بابا، بابا سیروس گرفته. چی؟ چی میگن اینا؟ تو این کارو کردی؟ آره سیروس کرده. من کردم؟ بابا اگه نمیگفتم باید بکتم بیچاره رو میکشت. خب کردم که کردم، بعدم قصتشو دادم تصفیهش کردم. سلام جون نکردم؟ آره دادی قصه رو، اما با این بازیات منو بدبخت کردی. بابا این دروغ دیگه بابا با کدوم بازیات تو هم دیگه داری شلوغش میکنی؟ کیوان اومد پاشو کرد توی کفش، گفت که میخوام با فریبا شریک بشم، پول میخوام. منم وامو گرفتم، طوری کردم زامنش تموم شد رفت. بد کار کردم. همه این کارا رو کردی ولی به اسم من بدبخت تموم شد. باز چه خبرته سمن؟ ما نفهمیدیم اینجا آژانس زدیم یا رینگ بوکس. آقا جون راحت بکش برو، سوار ماشینت بشو، دست از سر من وردار. ما راننده نخواستیم. بابا آقا برام تو دیگه ول کن دیگه. بابا و بنده خدا از 60 جا داره بهش فشار میاد. من از اینجا میرم. دیگه نمیخوام چشم تو چش این نامرد بیفته. این آژانس هم بخوره تو. برش بیا تنگیز، برش بیا تو. بابا یه کاری بکنی از حال رفت. بابا یه اندو خود ببریش جون. چی شد سمن؟ سمن 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 نه نمیزنم، کار دارم. اینم اصلا خوب نیست. فریبا مادر، میگم بهتر نیست زنگ بزنیم به هماینا بگیم امشب که سینا اینا میان اینجا اونا میان؟ فریبا نه مامان نه. توی فریبورس؟ نه نیکولاس کیجه مادر، منم دیگه. چرا بهتر نیست؟ اگه میخوای بابا امشب مهمونی رو سرمون خراب کنه بهشون زنگ بزن. آها به خاطر بابا؟ بله. ولی آخه زشته دیگه، اونا معرف بودن. بعده منم خودم میذارم جای هما، اگه میشدیدم که این دوستام این کارا رو کردن والا به خدا ناراحت میشدم، حقم داره. ها فریبورس؟ چی مامان؟ چی ناراحت میشی ناراحت نمیشی؟ ده توی فریبا؟ منم دیگه، با کیه؟ بابا همین هما اینا رو میگم دیگه. آه. میگم زشت نگیم دعوتشون نکنیم برای امشب. بابا خیلیم سوال کردن داره، معلومه که ناراحت میشن، معرفن. آره منم همینو میگم، پس برو یه زنگ بزن طرف من دعوتشون کن. دوباره باید همونها رو تنم کن، اشکال نداره. فریبا مادر فقط بهشون زنگ که زدی بگو زودتر بیان یه کمکی هم به من بکنن. ها؟ به کی ماما؟ به کی زنگ بزن؟ وای سرسام گرفتم توی خونه دست شماها. اصلا نمیدونم حرفامو به کی گفتم، چی گفتم. چی شده ماما؟ هیچی، میخوام زنگ بزنم بگم هماینا امشب شام بیان اینجا. آره زنگ. یه ساعت دارم چی میگم به شما؟ میگم بابا خوشش نمیاد، زنگ نزن اینا بیان. نه بابا چیزی نزن. معرف بودم بعد زشته. بعد بابا من اینو دارم میگم. معرف چی بابا؟ بابا صاحب خونه از خوشش نمیاد اونا تو مرسوم خواستگاری دخترش باشه. ای بابا چرا هی حرفتو تکرار میکنی، نمیذاری زنگ بزنه؟ معرف بودن زشت، ناراحت میشه. معرف مهمتره یا حرف پدر آدم؟ نه حرف پدر آدم، ولی اونا معرف بودن ناراحت میشن. اون برو زنگ ناراحت بشن که بشن. آقا بابا گفته اونا پاشون توی خونه نذارن. نخواستم شماها نظر بدین، خودم میدونم چی. بیا
الان یا هماست یا باباتون. بگو بیام. اینا بودن بهشون نگو. اگه می‌خوایم شب شهر بشه بابا من نمی‌خوام خواستگاری درستش. الو. سلام آقا چنگیز. چی؟ وای خاک به سرم. وای. مادر یه دقیقه بپر درو بکن. بده من دیگه بقیه‌اش بدم. ای بیا. اون کجا میبری بیا؟ کنم بابا فکر کن بذار ببینی واسه مهمونا چیکار دارم میکنم. محبت در مقابل محبت. اه دایی سلام چطوری؟ کچه بیار ده سمانه داخون سماد بابا تو خیابون از کتکول همدیگه رفتن بالا قد تو داری اینجا برای من برای جابکش میکنی؟ واسه چی از کتکول هم رفتن بالا؟ اما اگر به خاطر تو نبودا با این دماغ میرفتم تو کلش خونین مالی میشه چرا؟ آبرو حیثیت برای ما نذاشته این سماد خیلی انسان آقا خیلی آقاست یعنی چی دایی؟ یعنی بابا گفت من میخوام برم با آقا سماد در مورد تو صحبت بکنم گفت همه چی رو درست میکنه که درست کرد ولی یه کاری کرد که بدبخت بیچاره افتاد وسط خیابان یعنی چی؟ یکی اینو میدم دایی قول به من داده بود همه چی رو درست میکنه کیوان تو کجا داری میری؟ کیوان صبر کن مادر تو نرو داداش الهی دورت بگردم بیا برو این بچه آخر از دست این سیروز یه بلایی سر خودش میاره ای خدا من نمیتونم خودت این سیروز با خواب یکسان کن نریز نریز برو او برو برو یه سمجی ای بابا بسته بابا بسته ای بابا مرض قند من میگیرم تا حالا پنج لیوان آب قند دیگه توی حلقم بخون آخه مرد حسابی این همه جار و جنجال واسه یه وام بابا اون وام زندگی منو از این رو به اون رو میکردم و این بی وجدان اومد همه چیزو خراب کرد سمجو ما باید چیکار بکنیم که دیگه اینجا از این ماجراها نداشته باشیم چیکار باید بکنیم من که بابا از این سمجو بذار من واسه بگم آقا بهرام دورا داره این آژانس که زنگ خور نداره بره. اینا هم هر روز چک تو چش همه یا باید جای آژانس عوض کنی یا باید یه وام براش شروع کنی هر دو تاش هم جوابه اگه وام ردیف بشه شما دیگه مشکلی نداری اگه ردیف شه که انگار اصلا این وابا قسمت ما نیستش مال از ما بهترون آقا وام میخری؟ یعنی چی؟ یعنی این که بعضیا وام دارن بهش احتیاج ندارن از قیمتش کم میکنن میفروشن به کسی که احتیاج داره راست میگه اون بهترین راهه من معلومه که میخوام من انقدر دوست دارم الان یه پولی بیاد تو دستم که از شر این نامرد خلاصم برم سر خونه زندگی پاشو بیا ببینم والا ان شاء الله پاشو دیگه پاشو دیگه کی از دست تو راحت میشی کی بفرمایید اینم وام وای این چیه؟ این چه کاغذ سفیده؟ داری مسخرم میکنی؟ ده مرد حسابی اصلا سفیده وقتی قرارداد فروش وام توش نوشته بشه سیاه سیاه میشه قرارداد چی؟ قرارداد فروش وام ببین سمن من چند ماه پیش درخواست وام کرده بودم از بانک حالا به اسمم در اومده من الان احتیاجی ندارم اگه تو طالب باشی و بخوای میفروشم به تو فردا میبرم باید به نامت بکنم جون و بچه تو یکی دیگه سر به سرم نذار آقا برام بابا اونجایی که باید وام بدن نمیدن بعدا تو یه کاغذ سفید دادی دستم میگی اینم وام خیلی خب نمیخوای نخواه میفروشمش به کسی دیگه برو با پیکاره آقا برام وام چقدره 30 تومن آقا من میخرم چند؟ 8 تومن نه 5 تومن 7 تومن 6 مال من جوابه چی داری میگه با من داره صحبت میکنه برام جون بریم تو برام جون به من چند میفروشی؟ من به چنگیز گفتم 6 تومن شما 5.5 بده ارزون تر حساب کن بزن مشکلم هست 5 خوبه 4.5 بده 4 تومن بده 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 یه سمت جون بده شرشو بکن نمیخوام من بگیرم آقا مال من چی داری آقا برام جون قبوله وام مال من بابا سلام بابا سلام بابا چه قولو برام میندازی میگی آقا جون دلش بازه بابا همین 2 دقیقه نیست خوب شده میگم گندو بگید وام هم درست شده درست شده چجوری؟ آره آقا برام درست کرد کاری نکردی دست شما درد نکنه بابا جون تو هم تشکر دیگه تشکر کنم بابا باش تشکر آقا خدا قضا و علا و تندرستی از تنتون دور کنه دست شما درد نکنه بابا اینجوری به من قول میدی؟ چی شده مگه؟ بابا چی میخواستی بشی؟ بابا شما که کار خرابتر کردی الان من شنیدم سمت حالش بد شده اومدم ببینم چی شده بابا من چه میدونستم این با یه هایی پس میفته از بس زپرتیه الان هم این گنده ما فریباز اونجان میبیننت حرفی میزنم با درگیری میشه بیا برو تو برو تو بینم
خب برادرم خداحافظ. دست شما درد نکنه آقا چنگی، دست شما هم درد نکنه. برو امشب مهمونات برسی ان شاء الله مبارک باشه. دیدی گفتم آقا سمد همه چی درست میشه. خیلی ممنون، متشکرم. این نفر اینجوری خبر بدی اتومبیل میارم. برو برو ان شاء الله تو ماشی برو. خدا چنگیز جو چونم چی شد؟ سمد حالش خوب شد؟ آره حالش خوب شد، دردش فقط یه وام بود اونم ردیف شد دیگه. چه جوری؟ آقا بهرام دیگه، آقا بهرام یه وام داشت، آقا سمد هم ازش خرید. بنده خدا امشب قراره برای دخترش خواستگار بیاد که قراره عقد و عروسی رو بذارن. بیچاره داشت پس میافتاد، ولی امشب با خیال راحت میره جواب خواستگار رو میده. وای بدبخت شدم. کیوان. بله بابا بله. گوش کن ببین چی میگه. امشب قرار معمار و زن و بچه‌ش بیان خونه. بیا دخترش رو ببین، نظرتو به من بگو. خب بابا من برای چی خوب بیام؟ هیچ بابا، همین جوری میخوام ببینی نظرتو بشنوم. بابا ولم کن، تو ولم کن بابا. با سیگارش کردی این بچه رو؟ چی کارش کردم بچه رو؟ تو هم ما رو گرفتی یا؟ اینو مدای ما رو داره میاره آقا. کیه؟ سلام روحانگیز، در باز کن. آوردی؟ آره بابا در رو بزن. بیا تو. تنهایی؟ بله تنها. سلام. سلام. همون که خواستم آوردی؟ اونی که تونستم جور کنم آوردم. 4 میلیون این چقدره؟ زور زدم دونستم 1 تومن برات جور کنم. 1 تومن؟ بله. اونم زور زدی این موقع شب نصف شبی آوردی اینجا؟ خب من فردا چک دارم دست مردم. خواهر من، خودت میگی نصف شبی، من 4 میلیون از کجا جور کنم برات تو بردارم بیارم؟ باور کن بابت اون کارخونه فکستنی تو انقدر من از این اون قرض کردم چوب خطم پر شده. یه پاپاسی هم پول نمیدم. نمیدم؟ نه. منن نذاری باشه پیش خودت. خواهر من چرا انقدر لجبازی میکنی؟ باور کن بابت اون پولی که قبلا از من گرفتی دادی به اون نامرد شوهر سابقه، کلی من به این اون رو زدم تا تونستم این پولو براش جور کنم. وقت تو به من میگی کجا؟ من پول میخوام، پول. حالا من چیکار کنم؟ من چه میدونم خواهر من چیکار کنی؟ یه ریز پول پول میکنی. اصلا چرا زنگ نمیزنی به این یارو؟ همین که تو رستوران باش قرار گذاشتی، میخوایم با هم ازدواج کنیم دیگه. نه کس بزن ببین چقدر دوستت داره، میتونه 4-5 میلیون برات جور کنه برداری بیاری یا نه. در غیر این صورت کجا؟ لازم نکرده تست زدن به من یاد بدی. الان زنگ میزنم 10 دقیقه با 10 میلیون پول اینجاست. خب چرا معطلی؟ بزن. بزنم؟ بله. الان ابروتو پیوندش. بابا اینو نمیگم، میگم زنگ بزن. خب میزنم. خب بزن. خب میزنم. اگه ریز واسده میگه میزنم، خب بزن. بزن این طرف بیاد ما ببینیمش، بدونیم خواهر ما با کی میخواد عروسی کنه. خب میزنم، الان که نصف شبی نمیتونم زنگ بزنم که. در ضمن این دلیل نمیشه پول منو بخوری ها. من سهم کارخونه رو میخوام ها. کجا؟ ای بابا یه ریز میگه کجا کجا. به جای کارو برو ورد و توی سرمایه چای بیار من کوف کنم. لازم نکرده تو سرما مایات کوف بکنی. خواهر من تو من چای رو کوف میکنم، تو هم یه زنگ بزن به این یارو. اسمش چیه؟ اسمش قیصریه. اسمشه دیگه. نفس شماره شاسی ماشینشه، فامیلیشه دیگه. حالا هر چی، یه زنگ بزن این طرف پولو برداره بیاره، قال قضیه کنده بشه. کجا؟ کشتی منو با این کجا کجا. ببین اصلا تو مطمئنی یارو آدم خوبیه که به خاطرش اسلحه کشیده رو برادره؟ خوب همونی که من میخواستم. جناب عالی که گفتی از هر چی مرد من بیزارم، حالا این آقای کی هست که به خاطرش خوب ادای من در نیاری ها؟ بالا آخرت باشه ها، دفعه دیگه میای با پول میای ها. حتما. قیصر رو میارم کارخونه رو ازت میگیرم و چپ راست از این ور گلدون نشکنی. مستقیم درب خروج، شب عالی، متعالی. بیا خب بشین دیگه، میخوام امشب یه حرفایی رو برات بزنم که تا حالا برای کسی تعریف نکردم.
حدس بزن چرا تا حالا ازدواج نکردی؟ خب اخلاقتون بد بوده دیگه. دهنتو ببند. وقتی هم سن سال تو بودم همین اخلاق و کوفتی تو رو داشتم. ترسو، خجالتی، کمرو. ولی مثل تو پخمه نبودم. ناراحت نشدی که؟ نه. ضمناً کودنم نبودم. ناراحت نشدی که؟ نه. ضمناً نخود مغزم نبودم. ناراحت نشدی که؟ نه، ولی خب بیشتر بگی ناراحت میشم. دارم برات، حالا به فصلش. راست زمانی که جوان بودم، برای روی داشتم، خاطرخواه دختر همسایه شدم. از اونجایی که آدم خجالتی بودم، به هیچ کی حرف نزدم. دخترم جلوی چشم من ازدواج کرد و رفت. منم دمم رو گذاشتم رو کولم و رفت. خب بعدش چیکار کردی؟ همه چی رو فراموش کردم. شدم یه کشتیگیر. برای چی؟ به خاطر اینکه پیش حریفای سرسخت تسلیم نشم. از شخص نمیترسیدم، وا نمیدادم. وقتی که یه حریف میخواست من ضرب فنی بکنه، یه دونه بدل میزدم، یه اشکل گربه و یه کندکشی و یه سالتو ضربه فنیش میکردم. بس هر زندگی عین مسابقه است. هیچ کی نمیتونه به خودت کمک کنه الا خودت. دایی شما کشتی کار میکردی ولی چی گوشتون نشکسته؟ فلسفه شکست پیروزی رو ول کردی، چسبیدی به گوش من. شکسته است یا نشکسته است؟ به تو چه مربوطی که گوش من نشکسته؟ دایی؟ کفته دایی. دایی تو رو خدا. دایی نوکرت هم میتونی بری با آقا صمد حرف بزنی؟ دلبرا، دل به تو دادم که به من قلوه دهی، نه دل به تو دادم که به من ساندویچ جگر دهی. تو چشام نگاه کن، یه ساعت برای کی دارم حرف میزنم؟ تو میخوای بری ازدواج کنی؟ مگه اون دفعه نگفتم دایره زندگی سه زل داره؟ عشق، محبت، یه راه بیشتر نداری. سینه تو سفر کن، مثل شیر برو با این پسر فریبور صحبت کن، نه مثل اون دفعه الکی یه دروغ بگی این همه جنجال و هیاهو به پا بکنی. یام دنبت بذار رو کولت، برو خونه پدرت همونی رو که انتخاب کرده باهاش ازدواج کن. پسر تکیه به خودت کن، به کسی تکیه نکن که یه موقع پشت خالی شه بیفتی ولاشی روی زمین. میگم گندم چطوره؟ خوشتیب شدم؟ خوبه؟ با آره، چقدر رنگش بهت میاد. ماشالله ماشالله. آبوداریه نه؟ خیلی خیلی بابا میگه خوبه مامانه. هیچی بر بابا زدم به تخت، رنگ لباسش میامد بهش. برای رنگ نمیزنی؟ چرا بابا بیا، اینم مال تو ماشالله. ای بابا بیا، اینم مال تو. حالا چی شده امشب بیشتر از اون شب مراسم به خودت رسیدی؟ چه خبره؟ بیا همینو میخواستم بگم. میگم خانوم من برای اونا تیپ نزدم و برای شما خوش تیپ کردم. درست مثل روز اول خواستگاری خوبه. بسی میگه چوری فقط نه چیزیه این خوشگلی میگه بده. تو کمد آویزون بودی؟ خودت گفتی رنگش میاد. میگم خودت هم با لباسه تو کمد آویزون بودی؟ کمد چیش داری میگه؟ باش تو بکن آقا جون تلفنت زنگ میخونه. این چیه اونه؟ تلفونه اینجا بود بگی مردم میاد. بابا جون بر میداشی؟ چیه؟ اه بهرام جونمه. به 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 ببین چی زنگ زده. سالار همه آژانس‌دارای قدر. آقا مخلصی توی چنگیز؟ تو چرا ورزشی گوشیو؟ پاچه خاری چیه مرد حسابی؟ من فکرم بهرامه. بهرام کجاست؟ ای بابا این زن چرا انقدر گیر میده به این بنده خدا؟ چی؟ نه بابا من امشب مهمون دارم، کجا برم؟ نه 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 جون تو زنگ بزن یکی از بچه‌ها بره. آره خداحافظ خداحافظ. اینم خاموش خلاص. جوری باز میشه این قفل چرا کرده آخر؟ کدومو باید بزن؟ باز شد. خب قیصر 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 گرفتمش. دستگاه مشترک مورد نظر خاموش. این که کیوان کیوان کجایی بابا؟ بیا کمک. داد نزن کیوان نیست. او چه خبر این همه؟ یعنی چه خبر؟ مگه نمیدونی؟
قرار امشب واسه پسر خواستگار بیاد. به به چه عطری، چه طعمی، همه خونه بو غذا تف محل پیچیده. به جان خودم حاضرم در مقابل غذا دست پختت سر تعظیم پو. آه اینجوری حرف علکی نکن، غذای نپخته که بو نداره. یعنی چی؟ یعنی که من اصلا غذا نپختم. غذا نپختی؟ جدی میگی؟ شام نداریم؟ بابا یه ساعت دیگه قرار معمار زن و بچه شام بیان اینجا. خب چی کار کنم؟ خیلی ناراحت مهموناتی، زنگ بزن رستوران سفارش غذا بده واسهشون. من حوصله پخت و پز ندارم. شروع شد دوباره لجبازی، شروع شد. یاد باشه این دفعه من لج میکنم یا تو که پاتو گذاشتی رو دلورده بچت همینجوری داری فشار میدی. بابا این بچه عقل نداره، شعور نداره، فهم نداره، خوبه بعد از هم تشخیص نمیده. این بچه دختر معمار رو نمیخواد، مگه زوره؟ نه خیر، کوره. ببین الان شانس اومده هما خانم در خونه، در غیر زنگ میزنی کافی خود آلای در رو باز بکنه، فرت و فرت اشرفی ازش میریزه. بابا معمار هم یه دختره داره، هر کی اینو بگیره زندگیش این رو اون رو میشه. برادر زنم نداره که بخواد برت نمیدونم چکاش پاس کنه. آقا سیروس، تو غیر از پول چیز دیگه هم واسه اهمیت داره؟ بله. چی؟ جناب علی شک داری؟ 100%. شک داری؟ از اون برادر چرا خاموشه؟ دیر شد، چیکار کنم؟ پس سب کن ببینم. آش 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 همینجا. الو، وقت شما بخیر. استعدام میکنم اشتراک 7 هستم، یه ماشین بفرستی لطفا. خب 8 لا بود. 9 چطور؟ خب 10 دیگه. 11 که دیگه قطعیه دیگه. بله بله بله، رونده یا 12 یا 953. استدعا میکنم، ماشین نگرفتم چند وقت از شما. بله بله بله، شاد هستم، دیگه شاد هستم، هستم در خدمت. سری لطفا، خواهش میکنم. مشتاق نشون نده، یاد سنگین باش. آقا سمد مهمونا اومدن. قدمشون رو چش، تشریف بیارن. بندم کلی عطر زدنم که بفهمم بابای عروسشون چقدر با کلاسه. بابا خاک به سرم، چی با کلاسه؟ نزن بابای من، نزنی عطر زنونه. سادم عطر زنونه نمیزنی. بابا زنونه مردونه که نداره. من که نمیخوام شیشه چونشون بدن دخترم. کیه؟ بله؟ خواهش بکنم. شما؟ بله بله، اجازه بدی. سمد، او خانومه است. کدوم خانومه؟ بابا همون مسافره، چک داد واسه فریبرز. خانومه دلشاده؟ بله خودشه. این وقت شب اینجا چی کار میکنی؟ نکنه اومده بگه پولمون ندارم بیشتر بشه. نه بابا، مگه میشه؟ 20 کیلو طلا تو دستش بود. مامان اگه شانس منه که اومده بگه پول ندارم، 6 صبح دوباره پژمان اینجاست. سلام خانم دلشاد، احوال شما؟ حالتون خوبه؟ خوب هستی؟ چطوری ما زحمتای ما؟ بیرون تشریف بردین؟ مزاحم شدم. نه خیر، چطور مگی؟ خیلی شیک شدین. آره این بچه‌ها. خانم دلشاد سلام علیکم. سلام علیکم خانم دلدار، احوال شما؟ خوب هستی؟ خوب هستی؟ خیلی من دلشاد هستم. بله خواهش می‌کنم، چه فرقی می‌کنه؟ مهم اینه که دلگنده این. معذرت می‌خوام، ببخشید. مهربونین، من شرمنده‌ام به خدا بابت رفتار بد امروز. خواهش می‌کنم، دشمنتون شرمنده باشه. چه عطر خوبی زدین گندم جون. نه عطر گندم خانوم نیست، من زدم. مطمئنی؟ بله بله بله، زدون است. بله. عجیبه، شما کجا میفهمید؟ میفهمم. زدون زدین شما. گفتم فری بار که اصلا خیلی خوشبوئه.
زنگ زدم گوشیتون بسته بود، گفتم خودم خدمتتون برسم. ها شما شماره گوشی آقا صمد هم دارین؟ من به کسی شماره ندادم خانم. چرا؟ ندادم خانم. ب... چرا چرا به آژانس دادین دیگه؟ منم از آژانس گرفتم. برای چک اون سو اومدم خدمتتون. بفرمایید. گفتم گاومون زایده. فریبرز. آقا فریبرز. بچه‌م از وقتی فهمید که شما تشریف آوردی، دل تو دلش نزیو دلش هوری ریخ با این فکر که شما پول جور نشد اومده چکو بگیره. نه 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 زایده. آقا فریبرز. نگران نباشین شما، همه چی جوره. فقط یه زحمت بکشین به اون آقا زنگ بزنین بگین فردا حدود ساعت 11-12 برم بال. یه جا به جایی حساب دارم یه وقت معطل نشه. آها از اون جهت. چش زنگ میزنم. استدعا میکنم. استدعا میکنم. شب شما بخیر. ببخشید. شب شما بخیر. رفع زحمت میکنم. شب شما بخیر. خواهش میکنم. خیلی خیلی زحمت کشیدید. به سلامت. چایی در خدمتتون باشه. حاضره؟ بله. داغ؟ داغ. اصرار میکنین دیگه، اصرار میکنین، نمیتونم حرفی بزنم. فقط یک لحظه من این ماشین رو بفرستم. خواهش میکنم، بفرمایید. الان وقت تعارف کردن بود بابا، هر لحظه ممکنه خانواده این پسره پیداشون بشه. من تعارف نگم، یه تعارف کردم. ببخشید. خواهش میکنم. اتفاقا بسیار دوست داشتم که دوره هم با خانواده‌ام آشنا بشیم، یه چایی بخوریم. هوا هم سرد بیچاره. بله. صدا بگو سر بابا. بله، خواهش میکنم. خواهش میکنم، بفرمایید. ما یه کاری بکن، این خانم دلدار همینجوری نشسته الان مهمونا میرسن دیگه. میگی چی کار کنم بهش بگم بلنشو برو؟ خب چایش میخوره میره دیگه. خب چای یکی دو تا این سومی الان میخوای تو این بریزی دوباره؟ من نه بابا، اون دبره گوشه حیات بیارون تو بریزم. و به چیه ماما؟ یه لیوان بزرگ پارچه چیزی بریز که تایی دلشو بگیره بلنش بیره دیگه الان میرسه. این چه حرفی میزنی؟ ندیدی امروز چجوری به داده برادرت رسید؟ زشته بده، یه خود قدشناس باش. من قدشناس باشم بلند میشه میره. واقعا کی؟ آه چی شد؟ هیچی هیچی نشد. فکر نکن که به خاطر حرف تو دارم این کارو میکنم. چه کاری؟ نه خیر، فقط میخوام اینقدر نرم بیام. مامان من که از اول گفتم خب گوش نمیدی به حرف من. مامان من خواهی شالا میره دیگه. به سلامتی. بله میفرمودی. بله خلاصه این که سرتون رو درد آوردن. این سه تا بروجک ها گنجشکای منن. آقا جون میخوای جیک جیک کنیم طبیعی به نظر برسیم؟ ماشالله ماشالله چه دلغکی. صدا میکنم مادر جون گلی نمک ماشالله. بفرمایید چارگاچ. دست درد نکنه. بچه هم مهندس چوبه. با پدر شپتو هم توی دانشگاه درس خونده. این از تو دلقک دارم. بفرمی. بفرمی خواهش بکنم. دیدم شما چای خیلی دوست داری. یه دونه بزرگ آوردم که دیگه خورفور دستتون کردم. جو. نیست کوچیک میدین. آدم نمیدونه اصلا کجا رفته. چای فقط لیوانه. نوشه جان. بخور آدم نمیدونه چی خورده آخه. نوشه جانتون. نوشه جانتون. چای بازم هست برای مهمون گذاشتم. خواهش بکنم. خورفور شما. بله میگفتی. بله بله عرض میکردم. عرض میکردم اون تتقاری بابا هم منو میگن قرار پزشک بشه. ایشالله درسش هم خیلی خوبه. آفرین آفرین ماشالله. این دختر بزرگ ما هم که فریبام داره میرو ما رو تنها میزن. آخه وای بابا جون تو رو خدا اینجوری نگین، قلبم میگیره. چرا؟ لای ببینم ناراحتی قلبی دارن؟ نه خانوم. با خدا نکنه بچه‌م مریض باشه. با خدا رو شو. نه خیر، کاش مریض بود، میخواد شوهر کنه. جدی؟ بله. خب پس مبارک ایشالله، عروسی در پیش داریم. بله بفرمایی. خیلی ممنون. الان هم اتفاقا قراره بیان اینجا، هم خانواده خواستگاره. الان امشب. بله همین امشب قراره بیان اینجا، همین بشیم در مورد بله برون و نمیدونم عروسی و عقد و اینا صحبت بکنیم. سلامت باشیم. خیلی ممنون. بله خب میام. ساعت چنده؟ ساعت از ده گذشته. بله از ده هم گذشته. بله زمان خیلی زود میگذره، الان یک ساعته داریم ما حرف میزنیم. سریع آقا جون ده دقیقه نیست داریم صحبت میکنیم.
آخه نه خوش گذشته، زود گذشته دیگه. خب داداش من چه یه رب چه یه ساعت، مهم اینه که دیر شده، دیر. خیلی دیر کرد. بله، خیلی بی‌ملاحظه‌ن. خیلی. آخه این وقت شب کی بلند میشه بره خواستگاری و مهمونی؟ ها؟ هیچ کس. فکر میکنی همه مثل ما گندم جون با ملاحظه؟ بعضی ها اینقدر بیشعورن، بیادبن. کلینکس من گفت. دور از جون شما. گرم نی؟ خیلی گرمه ها. فشارم مثل که رفته بالا. بفرمایید. نوشین جان بفرمایید. چی هم نمیخورین؟ شرمنده. الو، الو بابا. الو کیوان، تو کجایی؟ هیچ معلوم هست؟ من هیچی، در خونه صمد آقا اینا یه نامه گذاشتم لای درشون برای فرشته خانم، همه چی رو نوشتم. خواستم زنگ بزنم بهش، روم نشد دیگه. گفتم اس ام اس هم بگم، گفتم طولانی میشه دیگه. حالا میخوام زنگ بزنم بیاد ورداره ببره. نامه برای چی گذاشتی؟ بچه بازی یا چی در میاری؟ بلاش بیا اینجا، من خودم فردا میرم با گندم صحبت میکنم، مشکل تو حل میکنم دیگه. اومدی باشه کی داری با پسر بچو بچ میکنی؟ من نفهمم. بذار من گوشی رو. چیز بهش نگی ها، گناه داره. گناه من بیچاره دارم که جلو خانواده محترم داره آبرو و حیثیتم میره. برو ببینم اونا داره. برو. الو کیوان. الو سلام بابا. سلام زهر مار. الان پا میشی میای اینجا و الا من میدونم و تو. بابا مردم که علاف تو نیستن. بلند شو بیا. باشه الان میام. باشه چش. الان میام. نه خداحافظ. بابا دست از سرمو بر نمیدارن اینا. کاش که شیرینی گلی چیزی خریده بودیم، اینجوری که خیلی زشته. آخه چی زشته بابا جون من؟ هر دفعه که میام نبود گل شیرینی بخریم که، یه بار خریدیم بستش کنه. بابا سینا بیا برو این زنگو بزن، یخ زدیم. مگه دست تاول زده؟ خب خودت زنگ بزن. برو بزن. وا نداره. خب بزن. جان مدام بیشترم میخوره. بله. علاقه من. بفرمایید تو رو خود بفرمایید. مهمونا اومدن. ای بابا من رفع زحمت کنم دیگه. ببخشید. ببخشید. میموندی حالا چی؟ بمونم؟ اگه اصرار میکنین میمونم، فقط یه چای پرنای به من بدین که دیگه حسابی رفع زحمت بکنم. من خودم میارم خدمتتون. دست شما درد نکنه. خب برای چی وایسادیم؟ ببین بریم تو دیگه. ببری بچا. فقط ازتون خواهش میکنم که یه موقع یه جوری نگین که اینا ناراحت بشن ها. میخوای ما همه لال بشیم؟ تو هر چی خواستی خود برو بگو. ای بابا این چه حرفیه؟ اصلا اختیار ما دست شماست. بفرمایید. بفرمایید خانم، بفرمایید، بفرمایید. ایوو اینا چی جوره ده؟ این چیه؟ دست نزنیدا. میخوای مثل اون دفعه بیفتیم تو دردسر؟ چه درد سری؟ مگه میخوایم بخوریمش؟ میخوام ببینیم مال کیه؟ وای. آخه الان چه وقت اومدم بود؟ بذار سر جاش تا شر نشده. بذار سر جاش. بذار تو کیفت. بذار اومد. الان میبینه بذار تو کیفت دیگه. سلام نره به قیصری. سلام جناب آقای ملک. خیلی خیلی خوش اومدید. صفا آوردید. قدمتون رو چشم. نگران شدم قربان. دیر کردید. ببخشید. از بس که این جوونا بسک تو زد دارن دیر میشه. بله بله امان از دست جوون. به به. چه عطر خوشبویی.
سینا جان پدرزن خیلی با سلیقه است. قربونتون برم، دماغتون خوش بیه قربان. خیلی ممنون. فقط حیف که زنونه است. اتفاقا هفته پیش یه دونه خریدم برای تولد فخر خانم. عیناً. بله بله بله. البته جناب آقای ملکی این عد جدیده مردونه است، توجه نمودی؟ زن و ناش خب یکمی زن چیز تر ملای چیز چه دم بفهم بخوای بفهم یه بعد دم در بفهم. خیلی خوش اومدی، خوش اومدی بفهم. وای عجب غلطی کردم و حالا باید چیکار کنم؟ وای من